وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول 3 روز گذشته برای دومین بار به نمایشگاه رسانه‌های ایران اومد و این بار از غرفه‌های فعال در نمایشگاه بازدید کرد و به اونها خسته نباشید گفت. سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا هم با حضور در غرفه ایسنا جزئیات جدیدی رو درباره پرونده کوروش کمپانی مطرح کرد و گفت خروج مالک کوروش کمپانی از کشور ثبت نشده. معاون وزیر جهاد کشاورزی هم استفاده از آبیاری هوشمند مزارع و رفع موانع صادرات به کشور عراق رو از مهمترین اقدامات مؤثر در این حوزه دونست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری با رسانه‌ها از رایزنی با سازمان بورس با هدف تحقق تجارت کربن خبر داد و گفت نخستین قدم‌های آن به صورت میدانی در حال پیگیریه. او همچنین تأکید کرد زمین‌های پتروشیمی میانکاله باید به اراضی ملی برگرده. هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم با حضور در غرفه ایسنا گفت پیامک‌هایی که درباره مالیات خانه‌های خالی به مردم ارسال میشه توسط وزارت راه و شهرسازی اتفاق میفته که شاکیان این اتفاق میتونن در زمان دادرسی مالیاتی نسبت به عدم صحت این اطلاعات اعتراض کنن. سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور، یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت ارشاد، سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی کشور، حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌های کشور، زهره الهیان نماینده مجلس شورای اسلامی، آرا شاوردیان نماینده مردم ارامنه در مجلس از جمله مهمانانی هستند که در ساعات پایانی 3 روز نمایشگاه در غرفه ایسنا حضور پیدا کردند.